فتح پنشیر یک معجزه است. هواداران طالب و پاکستان و حامیان در غلب‌آبا توجه کنند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی برز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: فتح پنشیر یک معجزه است. هواداران طالب و پاکستان و حامیان در غلب‌آبا توجه کنند. این مولوی پاکستانی می گوید روس نتوانست پنشیر را بگیرد، اما امریکا نتوانست، اما ما آن خط آخری را که امریکا از فتح آن عاجز مانده بود، ما آن را فتح کردیم. گرفتن پنشیر دشوار است و مهاد با کوههای بلند است. هندی ها چهار طرف می گردن، اما فرانسه حامی احمد مسعود است، چنانی که حمایتگر احمد شاه مسعود بود. هندوستان 400 تیاره به آنها داده است. امیدهایشان از بین رفته. با وجود آنکه شکست خورده و پریشان هالند بر ضد پاکستان مظاهرات می کنند. اگر افغانها به فرق همدیگر بزنند، فرق خودشان می شکند. بگذارید بزنند. دختر و پسر ما در امن و امان باقی می ماند. این احسان الله تعالی است که کسانی که در برابر ما احسان فراموشی کرده اند، الله از آنها انتقام می گیرد. می گویند که بیرونی ها در پنشیر مداخله کردند، اما این آخرین سنگرشان بود که در هم شکست. فتح پنشیر یک معجزه است. هرچی که شکر کنیم باز هم پسند نیست. در برابر فوج پاکستان فتنه ها می کردن. فتنه گران حالا می فهمند که چی کاری در حقشان صورت گرفت. در عین حال خطر سی پارچه شدن افغانستان جدی است. دولت تک قطبی طالبان افغانستان را به یک یوگوسلاوی دیگر تبدیل می کند. طالبان برای تشکیل دولت طالبانی پا را همچنان در یک کشف کرده اند. طلبه های مودراز و مسلسل به دستی که در شهر پراگنده شده اند، چیز زیادی از دولت و قومیت ها و زبان های مختلف و این مسائل نمی دانند. فعلا دلشان به این خوش هست که به کابل رسیده اند و به هر طرف چشم می چرانند. رویارویی آنها با زنان تظاهر کننده صحنه های دیدنی را به وجود آورده. آنها که سالها در کوه و یا مکاتب طالبان بوده اند و به چشم خویش زنی بیرون از برقن ندیده بودند، حالا ناگهان خیابانهای کابل را بهشت می دیدند و نمی دانستند با زنان چی کنند. گاهی با آنها دهان به دهان می شدند و گاهی سر دستهشان با شلاق به طرف زنان هجوم می آورد تا پراگنده شوند. و بیش از این حواس نعلین به پاها و مسلسل به دستها را پرد نکنند. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ارتش پاکستان در همان روزهای اول رسیدن طالبان به کابل وارد این شهر شد و با رهبران طالبان که سالها زیر بلیط همین سازمان در پاکستان زندگی می کردند و پول می گرفتن و خرچ آدم کشی در افغانستان می کردن دیدار کرد.
شاید رئیس اطلاعات پاکستان در آن دیدار زیاد روی ضرورت تشکیل دولت فراگیر اصرار نکرد، اما حالا پاکستان هم فهمیده که جهان دولت واحد طالبان را حاضر نیست بپذیرد. و مسئله دولت فراگیر آنقدر جدی هست که اگر طالبان به آن تن ندهد، خطر دو و یا حتی سه پارچه شدن افغانستان و قبول آن از سوی سازمان‌های بین المللی و برخی از کشورها وجود دارد. شبیه آنچه که در یوگسلاوی سابق شده، نخست وزیر پاکستان در حاشیه اجلاس سازمان ملل گفت که شناسایی طالبان به عنوان یک دولت باید به صورت دستجمعی از سوی کشورها انجام شود. روی این سخن و طالبان بود و معنای آن این که تا دولت فراگیر تشکیل نشود، جهان آن را به رسمیت نخواهد شناخت و این شناسایی یک شناسایی جمعی است. شورای امنیت سازمان ملل نیز خواهان تشکیل دولت فراگیر در افغانستان شده است. ایران نیز جلوتر از قطر که حامی طالبان پس از پاکستان است، همین نظر را اعلام کرده بود. البته قطر پا را فراتر از ایران گذاشت و اعلام کرد که طالبان باید حقوق زنان را به رسمیت بشناسد. ایران در حمایت از دولت فراگیر در این بخش لکنت زبان گرفته و چیزی نگفته است. از جمله دیدارهای مهم در حاشیه اجلاس سازمان ملل، دیدار وزرای خارجه پاکستان و آمریکا بود که بیشک محور اصلی آن دولت آینده طالبان بود. در این میان چینی ها بی سر و صدا یک نماینده به افغانستان فرستاده اند تا با طالبان مذاکره کند، اما کوچکترین اشاره به دلیل این سفر و موضوعات مورد مذاکره نکرده اند. طالبان از قوم پشتون افغانستان هستند و این قوم تنها 35% جمعیت افغانستان را تشکیل می دهد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.